در بعضی از مناطق مجبور بودن به خاطر همین آب شیرینی که یه مقداری کیفیت بهتری رو داشت، بعضا مردم اون روستا مخصوصا خانم ها و شاید افراد مسن فواصل طولانی رو طی می‌کردن با یه دبه آبی از یه چشمه. واقعیت قضیه اینه که شاید مردم خیلی ظاهر آب رو حس نمی‌کنن که این آب بالاخره شرایط خاصی داره و شاید بالاخره اون کیفیت مناسب رو نداشته باشه. پیرو درخواستایی که شرکت مهندسی آب‌وفضلا به کشور داشت و تقاضا داشت که تکنولوژی‌های جدید استفاده بشه برای بحث تصفیه آب و فساب، ما در خصوص حذف آرسنیک به یه تکنولوژی دست پیدا کردیم با استفاده از نانو ذرات. این دستگاه به گونه‌ای ساخته شده که مثلا نیاز به برق نداره، نیاز به پمپ نداره، از همون فشار آب شبکه استفاده میکنه و آلاینده های فلزات سنگین رو میگیره مثل آرسنیک. افت فشاری کمی داره، در نتیجه میتونه به راحتی بعد از شیر انشعاب کار گذاشته بشه و اون آلایندگی رو جذب کنه. در روز افتتاحیه در حقیقت این پروژه تفاهم نامه‌ای به امضا رسید مبنی بر اینکه 100 چاه رو با کمک مؤسسه خیرین توسعه علم و فناوری و همطور وزارت نیرو برای مناطق محروم، برای روستاها در حقیقت این ساخته بشه و ارسال بشه. اگر این اتفاق نمی افتاد ما الزاماً بایستی آب رو با فاصله های بسیار دور کل آب رو تأمین میکردیم، یعنی هم آبی که برای بهداشت مصرف میشد و هم آبی که برای شرب بود بایستی از نقاط خیلی دوردست تأمین میکردیم، هزینه بسیار بالایی رو به دولت تحمیل میکرد. در این چند سال ما موفق شدیم که علاوه بر حذف فلزات سنگین از آب آشامیدنی، نیترات آب رو هم حذف بکنیم و همینطور به حوزه نمکزدایی هم فعالیت خوبی انجام گرفته که صنعتی شده و در حال اجرا. مزیتی که فناوری نانو در تولید این جاذب باعث شده، ظرفیت جذب رو به شدت بالا برده، ضمن اینکه افت فشار هم بسیار پایین اومده. تعداد زیادی از این دستگاه ها در استان های مرکزی و جنوبی کشور ما قابلیت کاربرد رو داشت. اینها در حال نصب هست، خیلی از اینها نصب شده و قادر هستن که برای این روستاها آب با کیفیت بسیار بالایی رو در بخش شرب تامین بکنند.